سلام سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور و صحت سر حال باشین. هر کجای که هستین با فامیلایتان در امان و خوش و خوشحال باشین. باز هم برنامه آشپزخانه است و ما خدمت شما قرار گرفتیم. امیدوارم که برنامه را ببینین، خوشتان بیاید و امروز یک کار متفاوت دیگه کردیم که ما میخوایم خودم براتون آشپزی کنم و یک غذای افغانی را براتون آماده بسازم. البته خدا کنه که خوشتان بیاید و بتونم امو غذایی را که میخوایم خوبتر و بهتر و مقبولتر براتون آماده بسازم. و حال ما بیرون برآمدم، میخوام که برم خریداری ما بکنم و مواد ضرورت که هست خریداری کنم از بیرون از بازار و زیاد پر حرفی نمی کنم. میریم خریداری خودم میکنیم، با ما باشید. خب دوستان، ما رسیدیم در قصابی، آمدیم که گوشت ما رو بگیریم، مواد لازمی ما رو بخیر خریداری کنیم. سلام، خسته نباشید. خوب هستین؟ سرتان خوب؟ شکر، خسته نباشید. با دوستان خودتون رو معرفی کنین. اسم عبدالوحید هستم. بسیار خوب. ما آمدیم هستم یک کمک گوشت کار داشتیم، گوشت کوفته ای. اما تو گوشت خوبش برای ما بته که امروز ما میخواییم یک آشپزی کنیم. خب دوستان، ما گوشت خود رو میگیریم. بله، گوشت کوفته ای کار داریم دیگه. گوشت که گرفتیم برای ما ماشین کردن، باز میریم خریداری دیگه خودم میکنیم. البته ترکاری بابا دوستا، گوشت آماده شد، از ماشین کشیده شد، گوشت خریداری کردیم، حالا میریم بخیر طرف ترکاری بابا. دوستان ما رسیدیم اینجا، ترکاری خودم خریداری میکنیم. نام خدا اینجا بیرو بار آمد، من اون طرف برم یک زده به سایه از رو بد بگیرم. سلام، خوب هستم؟ خسته نباشیم. اگر دستتان بیکار باشه کمک ترکاری کار داشتیم به ما بتین. یک چارک بانجان رومی به ما بتین، لیمو، یه لیموی خوبش بتین. نه دلتان هر کدامش خوبش هست بتین، خوبش باشه. یک نیم کیلو لیمو بتین. دیگه حالا میریم بخیر طرف آشپزخانه دیگه، اینا رو هم آماده میکنیم، باز شروع میکنیم به آشپزی کردن. بخیر بیاییم. حالا وقت ازی است که مکرونی خریداری کنم همراه چکه. سلام علیکم، خسته نباشیم. خوب هستیم؟ صحتتان خوب؟ شکر. ما یک چهار بسته مکرونی کار داشتم، میشه اگه برام بتین؟ چهار بسته یا چهار بله. پاکت؟ همون چهار پاکت. از اینم بله، خوبش هست دیگه؟ سلامت باشین. شکر. خب ما رسیدیم به آشپزخانه ما، مونده آزلام شدیم دیگه، شروع میکنیم بخیر با کار خود. دوستای عزیز، تایی که من بخیر ترکاری بابا و گوشت و یک چیزا رو آماده میسازم برم، یک خستگی رفت میکنیم. بازم بابا باشید. نازنینا، مواد لازمیم آماده هست. من هیجانی هستم یک ذره،
زبانم رک میشه. خب اینجا ما داریم با مقدار ضرورت گوشت کوفته شده که از ماشین رفتیم کشیدیم. بانجان رومی است و مرچ تازه، پیاز است و سیر چندان دانه و مسالجات ما تخم گشنیز کوبیده شده، مرچ سیاه، مساله و نمک است و اینجا رو به بانجان رومی داریم و کمکم روغن اضافه میکنیم به خاطر از اینکه غذای ما روغن اضافه میکنیم به مقدار ضرورت، زیاد چربم نشه. نوبت پیاز است دوستا بعد از روغن که من پیاز رو کوتاه کنم باید. باش که دستم علا کنم. خب بیام از سیر این را مکمل داخل ماشین سالات هم مندازم که خوب این توته شود. بیام از پیاز ما فکر کنم که پیاز ما آماده است. کمک لگام البته میخواییم خوردتر بسازیمش. خب پیاز ما آماده هست. پیاز در روغن اضافه میکنیم که یک جای همراه با روغن و سیر و پیاز اینا سرخ شد گلابی شد گلابی شد. من حال نوبت از این است که من بادنجان رومی را از ماشین سلاطه بکشم. این را میمانیم که فخشم. نوبت بانجان رومی است. بانجان رومی را به مقدار ضرورت علاوه میکنیم. ما آشپزی را یادم نیست که از چی وقت شروع کردیم، اما من زیادتر خوش باشم که شیرینی باب آماده بسازم و زیادتر کوشش میکردم در خانه که فرنی آماده بسازم، شیر برنج دیگه. کم کم باز خوب شد دیگه. خدا کنه که امروز من بتانم غذایی را که آماده میسازم مورد پسندتان قرار بگیره و خوشتان بیایه. البته کدام غذای خاص نیست، اما کوشش میکنیم که به شکل متفاوتر شکمک آماده بسازم. خب من اینجا مرچ تازه رو میگیرم. فکر کنم که بادنجان رومی کفایت میکنه. خب بادنجان رومی آماده شد. مرچ تازه که خوب توته شوه باید. یک تا بانجان رومی دیگه رو میگیریم بخاطر که تنها مرچ تازه باز درست توته شوه. خوب مرچ تندامه است دیگه بوش برمه. بانجان رومی ما آماده شد. مرچ تازه رو همراهش توته کردیم دیگه. حالا من پیاز میبینم و مقدار ضرورت مسالجاتش اضافه میکنم دیگه. اول نمک اضافه میکنم، تخم گشنیز تمامش رو اضافه میکنیم به خاطر خوشبویی و مزداریش. هر چقدر تخم گشنیزش یک ذره زیادتر باشه مزدار میه. و مرچ تازه رو فعلا اضافه نمیکنم. کمک مساله من زیاد خوش دارم در غذاهای مساله جات زیادتر استفاده کنم. چی میگم هر چقدر مساله و
لابش بیشتر باشه طعم غذا مقدار زیادتر میشه. خب فکر کنم که پیاز آماده است. بادنجان رومی را اضافه میکنم. ببینید رنگشون مقبول است و بعد از اینکه کمک بادنجان رومی سرخ شد روب بادنجان رومی را اضافه میکنیم که رنگ خوشبویی و مزداری دیگم زیادتر شد. بعد از اون که بعد از اینکه بخیر لوابش آماده شد گوشت اضافه میکنم که باز میمانمش بخیر سرخ شد و آماده شد. فرمه مکرونی ما رو دیگه بخیر امیده باز خلاص میشه. دوستا اینجا آب گرفتم من از نل و میمانم اینجا به خاطر مکرونی ما که جوش بیایه بخیر تا که قرمه ما آماده میشه. خب ما دلمه خود رو اضافه میکنیم به خاطر که اما خوشبویی دلمه که هست دیگ را زیادتر مزدار میکنه و یک شکل خوبش میده. دیگه تکاری باب هرچقدر رنگ و رنگ استفاده شده مکرونی بسیار مقبول هم تو مزدار مالم میشه. البته مزدار مالم نمیشه خب مزدار میشه دیگه. و دلمه که از ویتامین های خاص خودم داره، ویتامین سی داره دوستا و هرچقدر میتونین از دلمه در غذاهایتان استفاده کنین چرا که فواید فراوان و خاص داره. خب یکم از دلمه ما خب نظرینا صرف گوشت مانده که اضافه کنین و تا اینکه گوشت ما اضافه میکنم و سرخ میشه کاملا آماده میشه یک استراحت کوتاه میگیرم باز برمیگردم. دوستان وقت از این رسیده که بخیر من یک بار ببینم که مکرونی ما آماده شده یا نه پخته شده. اینه مخلوط ساختم یک کمک دیگه من به کفگیر مخلوط میسازم. خب این کاملا آماده است. من این رو دم میمانم و بعد از این که دم گرفت یک کمک
باز بخیر آماده هزی است که تزینش کنیم در یک بشقاب و بکشیم و نوشجان کنیم. مزی شب به شما ببینیم که چه قسم است. الو وقت ازی است که ما نوشجان کنیم یک کمک دیگه. ما اینجا سالات هم داریم، نان خوشبو یپام هست. بسم الله گفته شروع میکنیم. بسیار خودم درد نکنه دوستم، مزدار از واقعیت. خوشم آمد دیگه. امیدوارستم که شما آماده کنین، طرز و تهیهش گرفته باشین، مواد لازم میشه و به مدت کم هم بدون جنجال آماده میشه تا برنامه بدیم و یه غذای دگرش که خدمت شما قرار میگیریم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. خدا نگهدار.